بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخصی که به سوگند به نام الله قناعت نمی کند از جمله گناهان کبیره است سوگند یاد کن بر آن چی که سوگند یاد کرد تعظیم آن را در سوگند تأکید کرد و آن تعظیم به آن سوگند خورده شده است پس به الله سوگند خوردن قناعت نکردن در آن چیزی که از نقص تعظیم الله است و این کلام توحید را نفی میکند دلیل اول از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به پدرانتان سوگند نخورید و هر کی به نام الله سوگند یاد میکند باید راست بگوید و برای هر کی به نام الله سوگند یاد شد باید قبول کند وگرنه او را با الله تعالی کاری نیست ابن ماجه به اسناد حسن روایت کرده است اقسام قناعت کردن به سوگند و الله یکم از روی شریعت یکم از روی شریعت به سوگند به الله در آن چیزی که بر علیه ادعا شده متوجه شده است پس سوگند خورد و مقتضای حکم شرعی با آن راضی شدن واجب می باشد دوم از روی حس برای آن سوگند خورده شده از پنج حالت خالی نمی باشد یکم دروغ او را بداند پس او را تصدیق کردن آن لازم نمی شود دوم دروغ وی راجح باشد پس او را تصدیق کردن آن لازم نمی شود سوم هر دو امر برابر باشد پس تصدیق این واجب می شود چهارم راستیش راجح باشد پس واجب است که او را تصدیق کند پنجم راستی او را بداند پس واجب است که او را تصدیق کند اکنون مسئله های این موضوع یکم نهی از سوگند خوردن به نام پدران و نهی برای حرام بودن است دوم دستور به کسی که برای او سوگند یاد می شود به این که بپذیرد سوم وعده عذاب سخت برای کسی که سوگند را نپذیرد چهارم قسم خور را امر کرده شود که راست گوید زیرا صدق در غیر قسم واجب است پس در قسم چگونه است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته